و دوری از هر گونه جدال، ریا، تحقیر و توهین قرار دهد و استفاده از دیدگاه های همه صاحب نظران اسلامی را مد نظر خود قرار دهد. امیدوارم که این شبکه حامل پیام عزت و اعتلای مسلمین در سر اسلام باشد و بتونه با رساندن نور و روشنایی به همه دلهای مشتاقان اسلام راستین بتونه که پیام خود را به همه مسلمانان برساند. با ما هم بار دیگر آرزوی موفقیت و پیروزی و تلاش‌های گسترده و ادامه کار برای همه کسانی رو داریم که در این شبکه زحمت می‌کشن و امیدواریم که همه بینندگان با همکاری با دوستان زحمت کش و تلاشگر ما بتونن در ادامه راهی که این شبکه در پیش گرفته است کمال همکاری رو ایفا نماین. موفق و مؤید باشید. انشاءالله. خیلی خیلی متشکر. من جا داره تشکر کنم و خسته نباشید بگم، رسیدم به خیر بگم، زحمت کشیدید، از ایران تشریف آوردید، مهمان ویژه برنامه ما هستید. بیانات خیلی جذابی بود. ما خیلی از این مباحث رو خواستیم ضمن برنامه بگیم، شما همه رو یکو رو کردید. خیلی 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 متشکرم ازتون. بینندگان عزیز، ما مهمان عزیز دیگه هم تشریف آوردن از منطقه کردستان، جناب آقای سعدالله نصیری، از منشدین، از کسایی که تو عرصه هنر، هنر موسیقی در واقع دست طولایی دارن. خیلی خوش آمد میگم به جناب نصیری. برای این برنامه، برای این افتتاح چی آماده کردید، چی هست؟ سلام علیکم، اگه داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم که شهره شهرم به اشور زیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. من به نوبه خودم خوشحالم که شبکه‌ای به نام نور راه اندازی شده و انشالله همون لقبی که خداوند به پیغمبر داد، رحمت برای عالمیان، این شبکه به تمام شبکه‌های اسلامی در دنیا وسیله‌ای باشه برای وحدت، یک پارچگی و یک دلی و یک رنگی برای خدمت بیشتر. منم به نوبه خودم قطعاتی رو آماده کردم، انشاءالله در این برنامه تقدیمتون می‌کنم. اگر مایک رو جناب آقای سید من بدید، من آقای هاشمی بفرمایید. ای ماه عالم سوز من،
از ما خطا شدی با این اشعار بسیار زیباتون واقعا فکر میکنم از سعدی باشه احتمالا. آره. مدح رسول علیه السلام. حالا ما برخی از اشعاری که شما سرودید حقیقتش نفهمیدیم، باید ترجمه بکنید یا کسی باشه حداقل. البته قسمتش که کردی بود مال یکی از استادای بزرگ کرد مرحوم شدن، انشالله خدا روحشون رو شاد کنه. یکیشون هم که فارسی بود، البته احساس فکر میکنم که مال سعدی باشه به نظر. حالا تلفیق زیبایی بود بین این دو تا شعر. حالا بخشای کردیشو من نمیدونم، اگه امکانش هست ترجمه کنید، اگر نه که مختصر اگر بتونید در چند سطر. این بیانیه، یک حالتیه که میگه آخ بودنگی یاشم شاله، آه برای ساز یا صدای، البته نه اون ساز درونه، بله. ساز روحیه، بله. که از این آتشای درون آدم، از این ناآرامی های درونی یک ذره شو اینو بیرون بریزه، بله. و این جوری باشه که در من که دردی ها درده درمان باشه برای دردمندان، یا بین تحال به حالی، یا یه آدم بی حالی و مرده ای رو، یه آدم منگولی رو یه جوری به حال بیاره، بله. به سما بیاره. و دقیقا اسلام نیومده که فقط یک ابزار رو به کار بگیره و مثلا فقط یک نوع وسیله رو مجوز بکنه و ابزار دیگه رو ممنوع بکنه، و خود شعر بعضی موقع چنان اثر به سزایی داره که شاید ساعت‌ها سخن گفتن اون اثر رو نداشته باشه. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، حسان بن ثابت معروفی که شاعر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود و معروف در غزوه احد، بعد از پایان غزوه گفت که ای حسان شعر بگو، و حسان ثابت با اون شعر کوبندهش، با اون شعر قویش، یک دلداری و قوت قلبی به مسلمین داد. و از شما تشکر میکنم، از این شعر بسیار زیباتون محفل را زیباتر کردین. جا داره تشکر بکنم و خیر مقدم میگم به استاد عزیز، استاد عبدالسلام مولایی، محفل رو باد بدید به انشاءالله خواهد صحبت کنم. بفرمایید، اگر خیر مقدم عرض سلامی هست بفرمایید، مقدمه انشاءالله بازم در خدمتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. منم این میلاد نور را در این شبکه جهانی به شما عزیزان، زحمت کشان و دستندکاران این شبکه، به تمامی که تمامی و یکایک کارمندان عزیز این شبکه، به تمام کسانی که باعث بودن به شیوه این شبکه پا بگیرن.